فیلم لرد ساخته محمد رسولوف جمعه این هفته از برنامه آپارات بی بی سی فارسی پخش میشه. لرد در ایران از جشنواره فجر کنار گذاشته شد، اما در جشنواره کن جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه رو گرفت. اما در داخل ایران محمد رسولوف سازنده این فیلم به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد و 2 سال هم ممنوع الخروج شده. حسن سلجو موجی برنامه آپارات در استودیو با ماست. حسن، خوش آمدید به برنامه. اهمیت این فیلم چی عزیزتون؟ لرد یکی از فیلم‌های خیلی مهم بعد از انقلاب هست، درباره موضوع مهمی ساخته شده و سوای همه مسائلی که در ارتباط با این فیلم به وجود اومده، به لحاظ ساخت و تکنیک‌های سینمایی فیلم بسیار قرص و محکمیه. برای همین هم است که در بسیاری از جشنواره‌های سینمایی در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته. همونطور که شما گفتید بهترین فیلم کن رو گرفت، در بخش نوعی نگاه توی فستیوال فیلم شیکاگو جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت، تو خیلی جای دیگه جایزه بازیگری، کارگردانی رو گرفت و مورد توجه قرار گرفت. ساختار قرص محکمی داره، فیلم نامه بسیار حساب شده، یک درام هست، درامی که سوای همه مسائلی که درش مطرح میشه باز مخاطب خودش رو درگیر خودش میکنه مدام و تا آخرین لحظه مخاطب باهاش میمونه. همه چیزها تدوین خیلی خوبی داره و همه جزئیات خیلی خوب کنار همدیگه قرار گرفته و ما یک فیلم به اصطلاح استخوندار رو میبینیم از سینمای ایران. به هر حال سینمای اجتماعی محمد رسولوف هم درش تبلور پیدا میکنه. بخشی از این فیلم رو ببینیم، بعد بیشتر دربارش صحبت میکنم. برای دعوا نیومدم، اومدم معذرت خواهی. بی غیرتی، اول برو ناموس تو از خونه این اون جمع و جور کن، بعد بیا. جواب منو بده، میگم کجا دیده تو رو؟ واسه کارای مدرسه رفته بودم خونه اسلام‌آباد. تو غلط کردی، بدون اجازه من رفتی خونه اون کثافت. یه جلسه کاری بود درباره مشکلات مدرسه. اسلام‌آباد آدم حکومته، با نفوذه، پول داره. تنها کسی که میتونه از این وضعیت نجاتمون بده اونه. اسلام‌آباد گوه خورده که میخواد مشکلات زندگی من حل کنه. چی میگی تو؟ زندگی منو به گوه کشیدی، طلبکارم هستی؟ چرا نمیذاری که کمکمون کنه؟ چرا انقدر لج بازی تو؟ همه چی نابود کردی، رفت بس دیگه. حسن، فیلم بسیار پرحاشیه بوده و حساسیت برانگیز، علتش چیه؟ فیلم همونطور که لحظاتش رو دیدی که فیلم پرتنش هست و پر از لحظات در واقع درگیر کننده تماشاچی، در این حال هم فیلم درباره فساد اقتصادی در جامعه ایرانی. فیلم در سال 2017 عرضه شد، موضوعی که جامعه ایران الان این روزها درگیرش شده و هر از گاهی میبینیم که یک پرونده فساد اقتصادی بیرون کشیده شده و مطرح شده، دزدی‌های میلیاردی، همه اتفاقاتی که تو این سالا خبراشو میشنیم. فیلم اشاره داره به این موضوع و در کنارش در داستانک‌هایی بخشی از زندگی روزمره ایرانی‌ها رو به تصویر میکشه، شرایطی که کل جامعه ایرانی درگیرش هستن، از جمله بحث رشوه، فساد اقتصادی و همچنین بخش فشاری که بر برخی از در واقع اقلیت‌ها توی جامعه وارد میشه و اتفاقا همین بخشش هست که ظاهراً از طرف گروهی از حکومتگران مورد نقد و انتقاد به شدت قرار گرفته و مطرح کردن که این فیلمساز محمد رسولوف که فیلم رو هم با مجوز ضمناً در ایران ساخته از حقوق بهائیان در ایران حمایت کرده. یه سکانس خیلی جالب داره این فیلم که مورد استناد قرار گرفته و بر اون اساس چون این تحلیل و تصمیمی رو گرفتن و برخورد هم ظاهراً گفته میشه که با آقای رسولوف به همین دلیل دارن برخورد میکنن. ببینیم بخشی از این رو. شما تو این سال از ما بدی دیدین؟ هیچ آزار اذیتی از ما شنیدین؟ من که شما رو نمیشناسم، ولی شما که شرایط اینجا رو خوب میدونین، دخترتون تو مدرسه نباید راجع به اینجور چیزا حرف بزنه. حتما یه چیزی گفته درد سر شده. چی گفته؟ شوهرم چی؟ بعد 20 سال بدون هیچ حق و حقوقی از اداره انداختنش بیرون. دخترمو نذاشتن بره دانشگاه. پسرمو نذاشتن درسشو تموم کنه. من چی کار کنم؟ اینجا اینجوریه دیگه. شاید بهتر برین یه جایی که نشناسنتون یا راجع به دینتون چیزی ندونن. کجا برم؟ شما میدونیم از کجا اومدیم؟
همونطور که اینجا میبینید اشاره میکنه جایی برید که راجب دینتون چیزی از شما نپرسن و از این حالا گروهی از اصولگرایان تعبیر به این میکنن که منظور احتمالاً بهائیان بوده، در حالی که خب توی خیلی از خبرات در طول این سال دیدیم که مثلا با نماینده منتخب مردم توی یزد مثلا توی شورای شهر اون زرتشتی چه برخورد شد و چیزهای دیگه و اینا یه مجموعه در واقع گسترده‌ای رو در بر میگیره که فیلمساز هم اشاره کرده به همین مسائل. اصلا سینمای رسولوف شاید در جهان بیشتر شناخته شده باشه تا در داخل ایران. چه جور سینماییه؟ فیلم‌هاش توی دنیا خیلی بیشتر دیده شده. اصولا فیلمی از آقای رسولوف در سینماهای ایران به نمایش در نیامده. مخاطب عمومی در ایران خیلی با سینمای محمد رسولوف آشنا نیست. ولی حالا از نظر من و بسیاری دیگر محمد رسولوف یکی از مهمترین فیلمسازان پس از انقلاب ایران هست که تو فیلم‌هاش دغدغه مسائل اجتماعی رو داره، چون خودش در واقع علاقه جامعه شناسان داره، خیلی خوب به جامعه ایرانی نگاه می‌کنه و اصولاً نگاهش یک نگاه متعهد هست به مسائل اجتماعی در ایران و دغدغه مسائل اون کشور داره. ضمن اینکه سینماش سینمای خاص خودش هست، فیلماش از گاگومان گرفته تا دست نوشته ها نمی‌سوزند و تا کشتارهای سفید، هر کدومشون یک نوعی سینما دارن. یکیش مستند هست، یکیش در واقع درام سیاسی هست و یکیش یک درام بسیار آرتیستی و همینطور تا لرد که به هر حال لرد با این در واقع هدف و شکل شمولی ساخته شده که توی ایران به نمایش در بیاد، ولی خب دچار این مشکلات شده. به لحاظ حرکت و در واقع مسیر حرکت میتونیم ما آقای رسولوف رو فیلمسازی بدونیم که سینمای خاص خودش رو داره و این سینما سینمای مهمی هست، در جشنواره جهانی خیلی خوب شناخته شده و دنیا شناخت خوبی نسبت بهش داره، برای همینم واکنش گسترده‌ای نشون دادن به برخوردی که به آقای رسولوف شد. جمعه چه ساعتی قرار پخش بشه و اگر کسی جمعه نتونست فیلمو ببینه تکرارش کیه؟ حالا ما همینا رو گفتیم که حتما جمعه ببینن. بیننده ها فیلم رو جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران فیلم پخش میشه. فیلم خیلی خوبیه، دعوت میکنیم از همه بیننده های خوب برنامه شما که این فیلم رو ببینن. اگه نتونستن ببینن یا اگه خواستن از طریق وبسایت ببینن یا از طریق یوتیوب، خیلی امکانش فراهم هست، حتی تا 4 ساعت بعدتر هم توی یوتیوب میمونه. میتونه اگه یادشون رفت میتونن برگردن. خیلی از برنامه‌های ما میشه اون رو روی اینترنت دید. فیلم برنامه آپارات رو همیشه میشه روی اینترنت دید، روی یوتیوب میشه دید و اگه یادشون رفت میتونن 4 سال قبل هم عقب برگردن و ببینن این فیلم رو. و تکرارش هم روز شنبه هست، روز یک شنبه هم تکرار خواهیم داشت، ساعت 12 شب به وقت ایران هست یک شنبه، سه شنبه ساعت حدود 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران، چهارشنبه 12 شب به وقت ایران و جمعه باز هم جمعه شب حدود ساعت 2 شب به وقت ایران خواهیم داشت. در طول هفته 6 بار امیدوارم که بیننده ها از دست ندن این فیلم خوب و جدی سینما ایران رو. بسیار عالی، پس فرصت های متعددی هست برای دیدن برنامه. متشکرم حسن صلح‌جو از برنامه آپارات و همچنین از شما که تا پایان 60 دقیقه با ما بودید. شب خوش.